سلام به همگی، بگین صدای من خوبه یا نه. ما امروز میخوایم نگاه کنیم ببینیم این آقای امید دانا چرا بهش میگن سردار رسانه. آیا واقعا سردار رسانه است؟ کامنت شما رو هم ببینیم. این خیلی خنده داره. محمد میگه شما وقتی راجع به این آدم حرف میزنی الکی بزرگش میکنی. چقدر خنده داری شما محمد. این آدم اینقدر بزرگ هست خودش، این همه برنامه هاش اینقدر بزرگه، فکر میکنیم ما داریم بزرگش میکنیم. نه خیر، یه آدم های حرفای احمقانه شماست که باعث شده این آدم اینقدر بزرگ بشه، به خاطر اینکه نسبت به شماها هیچ واکنش هایی که آدم های مثل شما نسبت به یه با امید دانا دارن انقدر ضعیف بوده که توی همچین محیط معلوم که امید دانا روش میکنه. شما فکر میکنین که وقتی استراتژی شما اینه که جواب به کسی ندین، بلکه جوابم ندارین شماها، کسایی مثل شماها. برای همین هر امید دانا چرت و پرت هم بگه، برای اینکه از شما بیشتر بلده به این شکل روش میکنه. خب شما انقدر کوچیکین، فکر میکنین با حرف نزدنتون یه همچین کسی روش میکنه. شما حرف بزنین حرف نزنین این آقا روش میکنه. این یکی میگه بزرگش نکنید، خنده داره. باشه تو بزرگش نکن ببینیم چی میشه. اینم حسنه، این حرفش احمقانه است، خیلی جالبه. میگه یعنی این مدل کار رسانه کارتون رو خیلی زایه هست. نه چی گذاشتین برای بخش زنده صوتی امید دانا؟ خب البته طبیعی از شدت موفقیتش و تأثیری که داره میذاره بعد جور دوچار سوزشی، هرچند من خودم خیلی قبولش ندارم. خب حسن شما هم حرفتون خیلی احمقانه است. من چرا از امید دانا بسوزم؟ موفقیتش که رو من تأثیر نداره، روی شماها تأثیر داره. من برنامه رو میسازم، چه امید دانا 100 برابر موفق بشه رو زندگی شخصی من. من که تو ایران که زندگی نمی کنم. خب شما فهم کنه این رو زندگی شخصی من تأثیر داره، خب موفق بشه. این به خاطر کسایی که تو ایران هستن ما فکر کنم باید علیه حرفای امید دانا بجنگیم، وگرنه رو من چه تأثیر داره؟ تو بلد نیستی اصطلاح کنی، منطق نداری، باید همینجوری از این حرف داری میسوزی، حتما داری میسوزی. باشه حتما ما داریم میسوزیم. برای من انقدر احمقانه است حرفت که هنوز کامنت قبلیت بوده، ولی تو بلد نیستی، نمیدونی یوتیوب همه تاپ کامنت ها رو فقط نشون میده، میگی که کامنت ما رو حذف کردی، نظر قبلی رو حذف کردی، دیگه حداقل جنبه حرف مخالف داشته باش، این حذف نکن. آه پس این چیه؟ کجا حذف کردم؟ هنوز هستش. یعنی انقدر احمقانه فکر میکنی که حتی نمیدونی یوتیوب چجوری کار میکنه، داری اومدی به من داری پیشنهاد میدی اینجا. اینم کیه داری میگه ها با حرفت موافقم هستن؟ خب تو هم با حرفای احمقانه اون موافق باش. یه آدم حرفای احمقانه اینجا هم داریم، یکی میاد داره میگه ها ما همه بی خدایان، همه همون جنایت کاریم، خاطر که کمونیست ها این کار کردن اون کار کردن. باشه حتما تو هم همینجوری. مگه ما کمونیستیم؟ اصلا طرز فکر من لایف چتی که نگاه میکنم اینقدر سطحی هست، خیلی جالبه هست. بعدم خیلی حتی کسایی هم که طرفدار ما هستن میان به من به ادبیات من گیر میدن که آها فارسی این لغت رو درست کن، این لغت رو استفاده درست کن، فارسی خوب نیست، فارسی این کلمه درسته، اون کلمه. آخه اینا مهمه وقتی که منطق لایف چت اینقدر سطحیه، اینقدر از لحاظ منطقی اینقدر عقب افتاده هستن اینا. خب ادبیات مهمتره یا منطق؟ من اصلا لازم نیست ادبیاتمو بهتر کنم وقتی منطق لایف چت اینقدر ضعیفه. من با ادبیات ضعیفم از همه 90% لایف چت بهترم، لازم نیست ادب. من منطقم روش بیشتر کار میکنم تا ادبیاتم. امید دانا روش کرد چون تفکر فلسفی داره. آره حتما میبینیم امروز، میبینیم امروز. من دارم نشون میدم که ببینم چقدر فلسفیه. البته من نمیدونم، شاید من دارم اشتباه میکنم. منم لایف با شما این برنامه رو میذارم که شما مچ من رو بگیرین. من واقعا دوست دارم لایف چت یه مقدار مخالفان ما تو لایف چت سطحش بالاتر بشه، برای اینکه واقعا ساده است. یعنی مخالفایی که داریم تو لایف چت انقدر سطح فکرشون پایینه که ما اصلا چالنج نمیشیم، میدونی؟ یعنی مثلا بیا اینه یکی کسی میخواد بیا طرفدار کنه، قلب امید دانا، یعنی همین فقط. بلد نیستن
هیچ چیزی ندارن. حالا امروز امیدوارم یه سری کسایی که تو لایو چت با من میخوان مخالفت کنن، من الان میخوام نشون بدم که مثلا امید دانا چرا اصلا نمیشه بهش اعتماد کرد، چرا این یه همچین کسی. من خیلی برنامه‌هاشو که نگاه میکنم پر اشتباهه، پر اشکاله. من خواستم حالا یکیشو نشونتون بدم، چون انقدر بد بود که گفتم که ببینم این انقدر واضح بده که یا من دارم یه اشتباه خیلی گنده میکنم یا این واقعا اصلا من موندم کسی چجوری به این میتونه اعتماد کنه. بعد از که این نشونا، حالا شاید من دارم اشتباه میکنم، شما بیان با چه من رو بگیرین، اگه منم که دارم اشتباه میکنم. امیدوارم یه چلنج درست حسابی تو لایف چت ببینم، نه مثل این عقب افتاده مثل این پرویز اینجا. خب ببین، به این میگن سردار، خودش میگه، میگه به من الکی نمیگن سردار رسانه. خب خودش همیشه اینقدر ادعا داره، بعد میگه اتاق فکر داره، یه تیم فکری داره، همه چی رو چک میکنن، میگه شما منو دست کم گرفتین. دیگه چی میگه؟ میگه ها، میگه سواد رسانه ایش خیلی بالاست. خب امروز ببین، من که ادعا ندارم که سواد رسانه این بالاست. خب من این برنامه شو دیدم، اصلا باورم نمیشد که یه همچین اشتباهی بکنه. ایشون که سردار رسانه است، شاید منم که دارم اشتباه میکنم. خب من الان با شما اینو ریویو میکنم که ببینید من اینو اشتباه فهمیدم یا امید دانا که سردار رسانه است، که اتاق فکری داره، که مچه همه رو میگیره، که سواد رسانه‌ای داره، اون شاید اون یه اشتباه بدی کرده، یا که شاید منم، من که ادعا نمی‌کنم، شاید واقعا منم، شاید من نمیفهمم. شما امروز تو لایو چت به من کمک کنین، اگه طرفدار امید دانم تو لایو چت هستن به من نشون بدین، بگین که نه آرمین، نه این واقعا سردار رسانه است، ببین تو اینجا اشتباه کردی. خب الان من اینو نشون میدم، شما به من بگین. مرسی. فکر کنم امروز همش میشه. اوکی. نه ببین شهرام، این حرفت خوب نیست. ببین الان ازم دفاع کردی، گفتی دمت گرم، ولی بعد اینجوری گفتی، میگی اوا خواهر است امید. خب حالا ما مشکلمون با امید دانا که اصلا این نیست، حالا بود، حالا اوا خواهر مگه بده؟ این خیلی نقد بدیه. خب یعنی اینو اینجوری نگید. حالا آخر هر کی هست که هست، چه اشکال داره؟ هر کسی هر جوری طبیعتش هست میتونه اونجوری رفتار کنه. باور ببین، من اصلا موندم این اشتباهی که الان من دارم نشونتون میدم توی این ویدیو رو، خب اگه من واقعا دارم درست میگم، موندم چرا کسی دیگه اینو ندیده. تو کامنت های ویدیوش نگاه کردم، تو کسایی که مخالفشن نگاه کردم، یعنی هیچ کس نیومد مچین گرفته. یعنی من واقعا اگه اینو امروز درست گفت، من نشونتون میدم، اگه دارم اینو درست میگم، شما باید برین اینو به همه نشون بدین که ببینین این چقدر واضحه، اصلا سوال رسانه‌ایش آره چقدر الکیه. یعنی چقدر من اصلا باورم نمیشه که اینجا داره دروغ میگه. یعنی باید همه یه اشتباه خیلی بدی کرده باشه اگه من دارم درست میگم. خب اگه اشتباه کرده، چون من خیلی اشتباه دیگه اشام میبینم همیشه، اگه این برنامه رو دیدین، اگه من فکر میکنین دارم درست میگم، اینو برین به هر کسی که طرفدار امید دانا نشون بدین که ببینین که این چقدر طرز فکر امید دانا چقدر سطحیه امروز. خب اگه اینو دیدین و فکر کردین که آرمین آره مچشو گرفت، درست بود، این سوتی خیلی بدیه، ولی این فقط سوتی بد نیست، یعنی این واقعا نشون میده که چقدر این شخص از لحاظ تحلیلی چقدر ضعیفه. و من خیلی از این دیدم تو برنامه هاش، و اگه فکر کنین این ارزش داره، چون من خیلی هاشو برنامه نمی کنم، اینقدرم زیاده هست، اگه میگین اگه دیدین این درسته، یکی این که برین اینو شیر کنین که هر کسی که طرفدارشه، یکی دیگه هم این که بگین که اگه میخواین من بیشتر نشون بدم اشتباهاشو، چون اشتباه خیلی داره، واضح بد، منطق واقعا ضعیف، خیلی بدجور، آمار بلد نبودن، خیلی خیلی بد، خیلی بد. آه شهرام هم میگه درسته. چه آه نه منظور بد نداشت، نه خب منظور بد بازم بالاخره حالا نه من سردار رسانه نیستم، من ادعا نمی کنم. برای ببین من چون من همچین ادعایی ندارم، به جای اینکه اینا یه ویدیو کنم پخش کنم، میام با شما لایف، برای که من هیچ وقت به خودم اعتماد 100% که ندارم، میام اینجا لایف که شما کمکم کنیم بگی که نه آرمین اینجا اشتباه کردی. برای همین میام لایف، برای همین هم امیدوارم لایف چت ما همینجوری بهتر و بهتر بشه که یه کسایی ببین. اگه یه روزی من یه برنامه گذاشتم شما ماچ منو گرفتین، روز خوبیه. من مشکلم اینه که کسایی که علیه من هستن فقط
بلدن یا فوش بدن یا بگن که نه این حرفت مسخره است بدون استدلال بدون هیچی. یعنی من یه روزی لایف چت انقدر قوی شد که مچ منو چند بار گرفت، معنیش اینه که من میام اینجا چالش میشم و این چیز خیلی خوبیه، من میخوام که چالش بشم. خب حالا بذار من دیگه زیادی مقدمه گفتم، بذار ببینم اینجا داره چی میگه. تونی این صداش خوبه، صداش بلنده، به من بگین. بلینکن و این آقای درود میفرستم به همه شما دوستان عزیز. آنتونی بلینکن و این آقای آنتونی بلینکن که شده وزیر، صداش خوبه، صداش بلنده، امور خارجه آمریکا دولت آقای بایدن که ایشون میدونید دیگه یهودی است. خب یهودی است که یهودی است. واقعا ببین اینا بعد امیدانا میاد میگه من نژاد ستیز نیستم. خب ببین چه جوری هم میگه. حالا ببین این افتضاحش نیست، من مچشو سر این نمیخوام بگیرم، ولی هر موقع اینجوری هم میگه یهودی است من اصلا چندشم میشه به شدت. یعنی هر موقع تو برنامه هاش میگه ببینین این آقا این خانوم یهودی است، یعنی اینو فوش حساب میکنه این آقا. چجوری اینقدر واضح این نژادستیزه؟ بعدم ادعا میکنه که نژادستیز نیست. چقدر کار زشتیه این، چقدر کار پستی، چقدر وحشتناک کار زشتیه. اصلا 10 ثانیه شروع نشده. حالا من اینو نمیخوام بزرگ بکنم، برای که اینو اکثرتون خودتون دیدین که چقدر. نگاه کن چجوری هم میگه. نگاه کن بلینکن و این آقای آنتونی بلینکن که شده وزیر امور خارجه آمریکا دولت آقای بایدن که ایشون میدونید دیگه یهودیست. یهودیست. وای وای چقدر کار زشتی، چقدر کار. این چجوری اینقدر طرفدار داره یه همچین کسی؟ واقعا خاک بر سر طرفدارای این آدم. این چه کار. نگاه کن چه جامعه ما داریم الان تو ایران که یه همچین کسی میتونه بیاد انقدر طرفدار پیدا کنه. واقعا زشته. یک صحبت هایی جدیدن کردن در مورد عربستان که خیلی خوشم اومد. یه مصاحبه داشتم با CNN که تصویرش رو دارید میبینید. چهرهش چرا این اینه انقدر پلیدن؟ چهره ها رو نگاه کن. خب یکی به نژادش اول گیر داد، حالا به قیافش داره گیر میده. این سردار رسانه است، این کسیه که مردم میگن او این آره این اومده اصلا قبولش دارن، حرفاش منطقیه. یه زوم میکنه به چشم میگه نگاه چهرش، به قیافه مردم گیر میده، به نژادشون گیر میده، بعد به قیافهشون. اینم پرویزم که الان طرفدارش تو لایف چت میگه امید دانا به تنهایی ملت رو برای دکتر سردار سعید محمد بسیج که. بله ما میدونیم، برای همینم هم میگم که چه جامعه بدبختی داریم ما که یه همچین کسی با یه همچین افکار پستی میتونه بیاد مردم رو بسیج کنه. یعنی جامعه ایران الان یه همچین جامعه بدبختیه که یه کسی مثل امید دانا میتونه بیاد مردم رو به این شکل بسیج کنه. من که همچی چیز رو نمیگم نشده. پرویز جان عجب جالب. ببینم علی تو اسمای مغلطه ها رو مثل این که به فارسی میدونی. من انگلیسی هاشو بیشتر میدونم ولی تو فارسیشو بهتر میدونی. خوبه که هستی تو لایف چت که این فارسی هاشو به من یاد بدی. مغلطه حمله به شخص،